بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز کانال مسلمان تی و همچنین مخاطبین گلم تو کانال شفاف تی که قرار شده از این به بعد برنامه‌های ما رو تو مسلمان تی ببینن امیدوارم حالتون خوب باشه اوضاع بر وفق مرادتون باشه و کیفتون حسابی کوکه کوک اگه تا با حال به حال عضو کانال مسلمان تی نشدید روی دکمه سابسکرایب یا همون مشترک شدن کلیک کنید و زنگوله کانالش رو فعال کنید تا به محض انتشار ویدیو جدید یوتیوب شما رو از اون مطلع کنید چند وقتی برخی از مخاطبای قدیمی کانال میگن چرا دیگه برنامه مذهبی ندارید هرچند چند لابلای مباحث سیاسی هم مسائل مذهبی رو مطرح میکنم اما تو این برنامه قصدم که سه چهار تا سوال مهم رو در قالب برنامه های مذهبی تقدیم حضورتون بکنم اگر خواستید کل برنامه رو ببینید از اینجا تا انتهای برنامه اگر نه فقط دنبال پاسخ یکی از سوالات هستید دقیقه و ثانیه رو زیر همین ویدیو گذاشتم که روش کلیک میکنید میرید همون قسمت رو میبینید اما سوالات چیه باطل کردن سحر و جادو تعدد زوجات پیامبر آیا خدا به نماز ما نیاز داره و سوال آخر مهمترین دلیل جهنمی شدن ما چیه بریم سراغ قرآن اول ببینیم که باطل کردن سحر و جادویی که داریم ازش صحبت میکنیم آیا چیزی به اسم سحر و جادو وجود داره آیا اجنه حقیقت دارن و میتونن روی زندگی ما تحصیل گذار باشن بریم ببینیم قرآن در این باره چی به ما میگه اجازه بدید من صفحه قرآن رو بیارم روی سایت آیت الله مکارم شیرازی هستیم از این قسمت روی قرآن کریم کلیک میکنیم میریم سوره دوم سوره مبارک بقره آیه 102 این آیه مفصل داره اشاره میکنه به عصر حضرت سلیمان با یه جاش کار داریم اونم اینجاست خصوصا از اینجا به بعد ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه دو تا فرشته به اسم هاروت و ماروت میان به مردم بگن که بابا این سحری که داره میشه ما بهتون یاد میدیم چطور در برابرش بیستید اما اونا میان از این سو استفاده میکنن یاد میگیرن که چکار کنن ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه بین زن و مرد جدایی بندازن خب پس این سحر و جادو وجود داره اما درباره جن یه سوره هم داریم به اسم جن پس این روشن شد اما برای دفع این مسئله از زندگیمون چیکار بکنیم اولین چیزی که به شما میگم اینه که ارتباطتون رو با خدا حفظ کنید یعنی اگر کسی درگیر چنین مشکلاتی هست اولین کاری که میکنه ارتباطش رو با خدا باید حفظ بکنه به این دلیلی که الان از سوره مبارکه حج به شما خواهم گفت سوره مبارکه حج 22 سوره قرآن هست آیه 38 رو ما کار داریم خداوند چی میگه میگه ان الله و عن اللذین امنوا اگر اعتقاد بر این هست که جنی وجود داره که با اثبات میکنیم وجود داره و اگر سحر و جادویی باشه که الان نشون دادم هست یعنی دشمنی با ما شیاطین جنی و انسی میخوان به ما ضربه بزنن خدا از انسان مؤمن دفاع میکنه به سراحت داره میگه دیگه این و ان الله یدافع عن الذين امنوا پس اولین قدم و اولین گام برای مقابله با اینها پناه بردن به خداست سعی کنید همیشه یه قرآن کوچیک پیشتون باشه مورد بعدی اهل نماز باشید که حالا تو سوال چهارم مفصل تر توضیح میدم اگر اهل نماز شدید ارتباط شما تداوم پیدا کرد با خدا شیاطین جنی و انسی به شما نمیتونن ضربه بزنن روزی پنج مرتبه حداقل آیت الکرسی رو بخونید آیت الکرسی هم اسمش روشه آیت الکرسی نمیگه آیات الکرسی بله برخی روایات رو داریم که از آیه 255 تا 257 سوره بقره است اما اصل آیت الکرسی همون آیه 255 سوره بقره است یعنی فقط همین یه ای آیه رو بخونید در روایت داریم که هر کس یک بار آیت الکرسی رو بخونه خداوند یه فرشته رو معمور میکنه که از اون بنده محافظت کنه اگر دو تا بخونید دو فرشته اگر سه تا بخونید سه فرشته و اگر چهار بار بخونید خداوند چهار فرشته رو معمور میکنه که از شما محافظت کنن اما اگر پنج مرتبه خوندید خداوند به ملائکه میگه برید کنار خودم میخوام از بندم محافظت کنم پس اول صبح که دارید از خونه میزنید بیرون پنج مرتبه آیت الکرسی رو بخونید که انشالله خدا ازتون محافظت کنه مورد بعد اینه که روی معوضت این خیلی تاکید شده سوره ناس و فلق اگر تونستید کافرون توحید فلق و ناس رو بخونید فوت کنید به خودتون خصوصا اگر در جمعی حاضر شدید که احساس میکنید میخوان حرف شما رو بزنن چشمتون بزنن چیزی درباره شما صحبت بکنن زود بخونید فوت کنید به خودتون مورد بعدی صدقه دادن زیاد صدقه بدید اهل صدقه باشید اهل انفاق باشید صدقه زیادم هم نه به این که بری یه میلیون پول بدی به نفر رو نه مثلا میخوای ده هزار تومان کمک بکنی این رو به یه نفر نده ده تا هزار تومان بده یا 5 تا دو هزار تومان بده یا دو تا 5 هزار تومان بده یه جا نده و توی کارهای خیر اول از دور و برتون شروع کنید فک و فامیل فقیر داری به انهای مختلف به بهانه های گوناگون شما میتونی بهش کمک کنی شماره رو کارتشو پیدا کن واریز کن نه یه مثلا خوراکی چیزی بخر ببر یه وقت اگه احساس کردی که مثلا غرورش خدشه‌دار میشه به شخصیتش برمیخوره یا مثلا ناراحت میشه احساس بدی بهش دست میده پول رو مستقیم نده براش یه خوراکی بخر میوه بخر مرغ بخر گوشت بخر نمیدونم دو تا نون بخر به نزدیکانتون تا میتونید از نزدیکانتون ارهامتون اگه نبود همسایه اگه نبود همسایه کش رو اگه نبود یه فقیر تو شهرتون تو محلتون و مورد بعدی اون روزانه با قرآنه خود قرآن گفته و میگه فقر و ما تیسر من قرآن تا جایی که میتونید قرآن بخونید کسایی که قرآن میخونن نورانی میشن خدا به زندگیشون برکت میده هرچی اونس شما با قرآن بیشتر باشه فهمتون بیشتر میشه معرفتتون بیشتر میشه و در عمل به شما کمک میکنه و نکته پایانی درباره این سوال این هست که یه برنامه قبلا ساختی مفصل من اونجا توضیح دادم یه لایو بود فکر میکنم دو ساعت طول کشید اونجا برخی ادعیه و از کار رو آوردم برخی کارها رو آوردم که اونجا میتونید بیاید اون برنامه رو تماشا بکنید اما سوال دوم اون چی بود سوال دوم این بود که تعداد زوجات پیامبر چرا پیغمبر این همه زن داره آیا این به معنای خاک بر دهانم العیاز بالله پناه بر خدا شهوترانی ایشون نیست اگر بریم تو سوره مبارکه احزاب سوره 33 وم آیات 50 51 52 53 این مسائل مفصل مطرح شده توی تفاسیر هم اومده که حالا من شاید یه برنامه اختصاصی در رابطه این بسازم اما سوال اصلی اینه ببین خدا به تمام بندگانش به تمام مسلمون ها اجازه داده که چهار همسر دائم رو داشته باشن آدرسش آیه سه سوره مارکه نسا بذارید ببینیم اول ببینیم این سوره نسا رو بیاریم سوره چهارم آیه سه. ببین اینجا اینجا رو ببینید این آیه سه با اینجاش کار داریم مسنا و سلاس و ربا تا چهار تا زن رو خداوند اجازه داده به صورت دائم انسان اختیار بکنه اما تو همین سوره آیه 129 نکته خیلی دقیق عمیق و ریزبینانه ای توش هست میگه شما نمیتونید عدالت رو برقرار کنید چرا از نظر قلبی میگه محبت درونی که در قلبه مگر نه در ظاهر شما میتونید عدالت رو رعایت کنید مثلا یه دونه نون برای این خریدی یه دونه برای اون بخرید یه لباس برای این خریدی یه لباس برای اون یکی بخرید بنابراین چهار همسری برای زمانهای خاصه نه برای الان مثل صدر اسلام که میرفتن شهید میشدن مردا زنا بیوه میشدن هر جو مخارج نداشتن حامی نداشتن سرپرست نداشتن با این حال هر انسان مؤمنی میتونه چهار زن دائم داشته باشه 50 تا مثلا سیغه ای داشته باشه یعنی به صورت متعه حلال باشه محرمش باشه و بتونه زندگی رو ادامه بده البته این زندگی به معنای زندگی زناشویی یا نمیدونم فلان نیست صرفا بعضیا میرن سیغه میکنن محرم میشن که مثلا مخارج طرف رو بده کمکش بکنه هامیش بشه با اینش هم کاری ندارم سوالی که اینجا مطرح اینه چرا پیامبر این همه زن داشته چرا اهل بیت مثلا بعضیشون چندین زن داشتن این دلیلش چیه ببینید اولا گفتم تو اون دوره در عصر جاهلیت خب نفهمی مردم باعث میشد که درگیری های تایفه و قبیله اینها زیاد باشه خب جنگ و خونریزی و کشت و کشتار هم زیاد بود در نتیجه مردا کشته میشدن یا در جنگ ها مسلمین به شهادت می رسیدن خب زن اینها بی سرپرست میون از اون طرف پیامبر 25 سالگی ازدواج میکنه با حضرت خدیجه تا 53 سالگی یعنی در انفوان جوانی میره ازدواج میکنه تا 53 سالگی 28 سال میگذره وارد سن میانسالی و بعدها پیری داره میشه تا اون زمان فقط یک همسر داشته و اون حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها بوده بعد از وفات ایشون هست که پیامبر دوباره ازدواج میکنه اونم بیشتر ازدواج های پیامبر تا اونجایی که من اطلاع دارم با زنان بیوه بوده و از توایف مختلف چرا پیامبر قدم گذاشته تو سرزمینی مثل حجاز که اینا بت اصلا کلا شوتن تو باغ نیستن خدا چیه توحید چیه پروردگار کیلوچنده اصلا تو این باغا نبودن دنبال بتو اینها بودن وقتی پیامبر تو این سرزمین وارد شده منافع یک عده به خطر میفته باهاش مقابله میکنن برای همین هست که پیغمبر سه سال مخفیانه دعوت میکنه تو این شرایط تمام قواشون رو میذارن برای دشمنی با پیامبر پیامبر اینجا باید چیکار بکنه باید به اینها نزدیک بشه در زمان جاهلیت در میان عرب مرسوم بود که داماد رو از خودشون میدونستند خیلی ارزش و احترام براش قائل بودن از اون طرف خودشون رو ملزم میدونستن به دفاع و حمایت از دامادشون به خاطر همین است که برخی از اینا حتی افتخار میکردن که پیغمبر بره خواستگاری دخترشون خب پس پیغمبری که از 25 سالگی تا 53 سالگی در مدت 28 سال فقط یک همسر داشته این که بگیم ایشون العیاز بالله پناه بر خدا رانی کرده این همه همسر اختیار کرده این یک ادعای باطل به یک بی احترامی به ساحت پیامبره پیامبر اگر العیاز و بالله خاک بر دهان من اهل این حرفا بود تو انفوان جوانی تو اون دوره که شهوت بیشتر در انسان هست تو اون دوره که قوت بدنی بیشتر هست می این کارها رو میکرد نه اینکه از 25 سالگی تا 53 سالگی فقط یک زن اختیار بکنه و بعد زنهایی که بعدها اختیار کرده اینا غالبا بیوزن بودن و برای نزدیکی به بزرگان تایفه قوم و قبیله های مختلفی در اون زمان بودن که اینها هم درگیر همین پرستی و مسائل این شکلی بودن پیغمبر ازدواج سیاسی میکنه در واقع که به اینها نزدیک بشه مطالبی که میخواد بهشون ارائه بده فرمان هایی که از جانب خدا گرفته رو به اینها ابلاغ بکنه اینها رو تو مسیر توحید قرار بده برای همین باشون ارتباط خیشاوندی میگیره حتی موارد پیش اومده پیغمبر رفته خواستگاری خود به عقل رو خوندن محرم شدن اما هرگز یک زندگی مشترک تشکیل نشده صرفا شده دوماد اون خانواده و تونسته از این طریق اسلام رو گسترش بده اما بریم سراغ سوال سوم گفتن خدا به نماز ما نیاز داره بذارید بریم اول سوره مارک انبیا رو با هم ببینیم آیه 20 سوره انبیا رو میخوایم با هم مرور بکنیم ببینید تو این آیه خداوند آیه قبلش و آیه 20 میگه خدا ای داره بذارید من اینجا رو بیارم پایین ترجمه فارسیش رو هم شما ببینید میگه وله من فی السماوات و من اندهو لا یستکبرون عن عبادته و لا یعنی چی؟ میگه و از آن اوست یعنی از آن خداست هر کس که در آسمان ها و زمینه و کسانی که نزد اویند یعنی فرشتگان که هیچ وقت از عبادتش استکبار نمی و خسته نمیشن تو آیه بعد چی میگه؟ میگه یوسب بهون اللیل و نهار لا یفترون شب و روز خدا رو تسبیح میگن و هرگز سوس نمیشن پس اگه خدا دنبال عبادت بود خب همینا کافی بود دیگه این همه ملائک اما شاید الان سوال بشه تو ذهنت پس چرا خدا تو سوره زاریات آیه 56 میگه آقا من جن و انس رو خلق نکردم مگر اینکه عبادت هم مکنن. دیگه درسته این آیه رو داریم بذارید آیه رو با هم ببینیم آیه 56 سوره زاریات حالا من این رو توی کتاب مسلمان شناسنامه توضیح دادم که منظور از عبادت, عبادت، عبودیت اینا ببین این آیه اگه اینطوریه پس چرا خدا تو این آیه میگه جن و انس رو خلق نکردم مگر اینکه منو عبادت کنم پس نیاز به عبادت ما داره دیگه بریم سوره مبارکه فاتر آیه 15 این سوره مبارکه فاتر این آیه 15 اینجا رو خوب دقت کنید یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله ای مردم شما همگی نیازمند به خدا هستید خدا به شما نیاز نداره والله هو الغنی الحمید چرا؟ چون خداوند بی نیاز ستوده است این من و تویم که به خدا نیاز داریم چرا نیاز داریم؟ بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه یک مدرسه رو تصور کنید معلم میاد سر کلاس دانش آموزان میان درس بخونن این معلم میاد درسشو میده سر ما هم حقوقشو میگیره میره پی زندگیش حالا من شاگرد من دانش آموز اگر گوش دادم خودم نفت میکنم چون آخر ترم امتحان میدم اگر قبول شدم یه پله میرم بالاتر میرم پای تحصیلی بعدی اما اگر من گوش ندادم چشم و گوشم جنبید حواسم جای دیگه بود آخر ترم که از من امتحان میگیرن نمیتونم قبول بشم به پله بعدی صعود نمیکنم به یه کلاس بالاتر نمیرم تو مقطع بعدی نمیتونم حضور پیدا بکنم من ضرر کردم اون معلم پولشو گرفت و گرفت رفت وظیفه اون معلم تعلیم و تربیت و تدریس و آموزش بود وظیفه من درس خوندن بود نخوندم الان هم همینه تو نماز نخونی به خدا ضربه ای نمیزنی که به خودت داری ضربه میزنی این تو قرآن هم اومده ها سوره تاها رو ببینید بریم تو سوره تاها بهتون نشون بدم این سوره تاها آیه 14 این سوره اینجاست میگه منم خداوند یگانه اننی ان الله لا اله الا انا فعبدنی معبودی جز من نیست من رو پرستش کن و عقم سلاطل ذکری نماز رو برای یاد من به پادار چرا؟ چرا دلیلش چیه؟ تو آیه 124 همین سوره تاها نکته خیلی عجیبی داره اینجا و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا و نحشره یوم القیامت اعما هر کس خدا داره میگه ها هر کس از یاد من روی گردان شود زندگی سخت و تنگی خواهد داشت و روز قیامت او رو نابینا محشور میکنم یعنی خودت ضرر میکنی به خدا زرر نمیزنی که اما تو سوال چهارم ادامه همین بحث رو میخوام پاسخ بدم مهمترین دلیل جهنمی شدن ما چیه یعنی وقتی که قیامت برپا میشه اولین چیزی که از ما میپرسن چیه اصلا چرا و به کدوم دلیل میریم جهنم خب توی قیامت دو نوع سوال پرسیده میشه سوالات اعتقادی سوالات عبادی توی سوالات اعتقادی اولین سوال اینه که امامت کی بود هر کس امام نداشته باشه اونجا گیره همون روایت معروف از پیغمبر که فرمود هر کس بمیرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است تو آیه 71 که سوره اسراء اشاره کردیم قبلا که تو قیامت هر کس رو با امامش میخونن بنابراین اولین سؤال اعتقادی در قیامت درباره ولایت و اولین سوال عبادی در قیامت درباره نماز چرا بریم سوره مبارکه مدثر تو آیات 42 به بعد میگه ما سلک لکم فی سقر اینجا دقت کنید تو قیامت بذار ترجمه بیارم پایین که ببینید تو قیامت میپرسن که آقا شما چرا جهنمی شدید چی باعث شد که شما افتادید تو جهنم سه چهار تا مورد رو میارن از آیه 43 به بعد اولیش اینه میگه ما از نمازگذاران نبودیم قالو لم نکمون ما نماز نمیخوندیم اولین دلیل بعدی چیه میگه ما به مسمندان کمک نمی کردیم تعام نمی دادیم یه گدایی فقیری چیزی میمد گرسنه بود مثلا بی میکردیم می کردیم. بعدی چیه و کنا نخوز و مال پیوسته با اهل باطل هم نشین و هم صدا بودیم این همونیه که تو سوره فرقان آیه 28 اشاره شده یه دی تو قیامت انگشت حیرت به دهن میگیرن که میگن ای کاش با فلانی رفیق نبودیم و مورد بعدی اینه و کنان و کذب و به یوم الدین ما قیامت رو انکار می کردیم تا که حتی اتان الیقین تا زمانی که مرگ ما فرا رسید این انکار قیامت خودش یکی از مهمترین دلایل انحراف و گرفتاری بشره اصلا من اسم کتاب فراموش مسیر رو برای همین گذاشتم فراموش مسیر دونه که ساد رو ببینید آیه 26 این آیه 26 سوره ساد هست با انتهای آیه کار دارن دقت کنید ان الذين یزلون عن سبيل الله لهم عذاب شدید میگه قطعا کسایی که از راه خدا منحرف میشن عذاب شدیدی دارن چرا دلیلش چیه که عذاب شدید دارن میگه به و یوم الحساب چون قیامت رو روز حساب رو فراموش کردن بنابراین اگر شما الان میبینید تو جامعه نزول خور هست شراب خور هست مال مردم خور هست بد حجاب هست همه اینها یک دلیل اصلی و کلی داره و اون فراموشی قیامته اگر طرف بدونه که در برابر هر رفتاری که میکنه میتونه سه حق به گردنش بیاد این یه مقدار دست و پاشو جمع میکنه گناهان سه دستن دیگه حق الله مثل که نماز نخونه حق الناس مثل همین که حجاب باشه پول مردم بخوره حق النفس مثل اینکه مشروب بخوره قلیون بکشه سیگار بکشه به خودش آسیب بزنه اگر اینها رو بفهمه به قیامت اعتقاد داشته باشه این دنیا که همینجوری خلق نشده که یه هدفی پشتش بوده دیگه اینایی که میگن دنیا بی هدف بعد از مرگ دیگه چیزی نیست تا زنده ای لذت ببر اینا عقل ندارن مثل میونه یه نفر بره میلیاردها تومان پول خرج کنه یه قصر بزرگ بسازه مجلل بهترین وسایل رو توش به کار ببره بعد شب که شد بزنه همه رو خراب کنه و هر کس ببینه نمیگه این دیوانه بود این همه هزینه کرد گذاشت قصد به این باحالی ساخت زد خرابش کرد بعد یه دونه قصد در برابر جهان هستی که هیچ چیه اخیرا این تلسکوپ جیمز وب دیدید چه کارهایی که چیزایی نشون داد همه اصلا متحیر بودن از کهکشان راه رای شیری تصاویر نشون داد تازه اینم یه بخشی از این جهان هستی همش نیست یه قصر در برابر این عظمتی که خدا خلق کرده هیچی نیست مگه میشه بی هدف باشه بنابراین خوش به حال کسانی که قیامت رو فراموش نمیکنن نه فراموشی به این معنا که مثلا آلزایمر داشته باشی یادت نیاد قیامت چی هست. اصلا قیامتی وجود داره یا نداره نه به این معنا که فکر بکنی بهش که آقا من چطور زندگی میکنم به قول مرحوم آیت الله بهجت فرموده بود که ما اومدیم زندگی کنیم که قیمت پیدا کنیم نه اینکه به هر قیمتی زندگی بکنیم بعضیا میخوان به هر قیمتی زندگی کنن به هر قیمتی پول در بیارن. به هر قیمتی اینکه نشد که امیدوارم که از تماشای این برنامه هم لذت برده باشید با لایک ویدیو کمک می‌کنید یوتوبون رو به افراد بیشتری به نمایش بگذاره و شما هم در نشر و ترویج معارف و مفاهیم اسلامی صحیم و شریک بشید ممنون که تا این تا این برنامه همراه هم من بودید بازم تشکر میکنم از حضور دوستان و دقدقه هایی که در رابطه با برنامه های مذهبی داشتند اگر سوالی مد نظرتون هست زیر همین ویدیو بنویسید برنامه های آتی مذهبی رو با توجه به سوالاتی که زیر این ویدیو نوشته میشه منتشر خواهیم کرد تا ویدیو بعد و برنامه بعد شما رو خدای بزرگ و مهربون میسپارم خدا نگهدارتون